بانوی عجیبی بوده به نام حبابه یا حبابه والبیه. خیلی داستان عجیبی داره. این زن در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه میرسه محضر حضرت، خیلی به ساحت امیرالمومنین علیه السلام ارادت داشته، خیلی عاشق مولا بود. میگن یه روز اومد نزد امیرالمومنین، سلام کرد و گریه کرد و عرض کرد ای وای از رفتن شما، ای وای از فراق شما. خب از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بود که یک روزی آقا امیرالمومنین علیه السلام رو به شهادت خواهند رسون. حضرت دستشون رو دراز کردند و سنگ کوچک سفید رنگی که می درخشید و بسیار صاف و صیقلی بود از ایشون گرفت و انگشترش رو در آورد و بر اون مهر زد. بر اثر قرار دادن انگشتر امیرالمومنین علیه السلام بر روی اون سنگ، نام حضرت ظاهراً بر روی اون سنگ نقش می‌بنده. حبابه سنگ رو گرفت، مولا فرمود خواست شما این بود؟ حبابه عرض کرد بله به خدا سوگند، ای امیرالمومنین همین رو می‌خواستم، چون شنیدم که بعد از شما شیعیان اختلاف می‌کنند، برای همین این برهان رو خواستم که اگر بعد از شما زنده موندم و ای کاش زنده نمونم و من و خانواده من فدای شما بشین، اگر زنده موندم در صورتی که شیعه به جانشین شما شک کرد، این سنگریزه رو من عرضه کنم، هر کی که تونست کار شما رو انجام بده بدونم که او جانشین شماست. البته امیدوارم اجل مهلت همچین کاری رو به من نده. امیرالمومنین سلام الله علیه بهش فرمودن که تو تا زمان امام رضا علیه السلام زنده ای، حبابه این نشانه امامت رو پیش خودت نگه دار. هر کس مدعی امامت شد و توانست اون چنان که دیدی بر این سنگریز مهر بزنه، بدان که او امام واجب الطاعه است، چون امام کسیه که اگه بخواد چیزی رو بدونه میدونه، اگه کاری رو بخواد انجام بده انجام میده. امام مظهر علم خداست، مظهر قدرت خداست. امام مظهر علم خداست، مظهر قدرت خداست. با این سنگریزه فرزندانم حسن، حسین تا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه اجمعین رو ملاقات خواهی کرد. وقتی نزد هر کدوم از اینها رفتی، این سنگریزه رو از تو طلب میکنن و مهر میزنن و تو در زمان امام رضا علیه السلام معجزه بزرگی از او خواهی دید. بعد آقای مژده عجیبی بهش دادن، فرمود من بشارت میدهم که تو در شمار زنانی هستی که زمان مهدی ما رجعت خواهی کرد. اینقدر این بانو معرفت داره به امامت، میبینید چه سخنانی چه رفتاری. حضرت همچین مژده‌ای هم بهش میدن. این پیرزن به گریه افتاد، معرفت رو ببینید، گفت آقا جان من کنیز شما، یه کنیز ضعیف الیقین، اگر دعا و لطف شما نباشه که من نمیتونم به این توفیقات برسم، شما دعا کنید برام. حضرت براش دعا فرمودن. چقدر خوبه که انسان اینجور با امامش صاف و ساده باشه، چقدر خوبه انسان بفهمه که توی فتنه ها دعای امام زمانه که میتونه حفظش کنه. حضرت دعاش کردند و حبابه رفت. امیرالمومنین علیه السلام از دنیا رفتن. اون وقت اومد خدمت امام حسن علیه السلام، میگه اومدم خدمت حضرت که بر جای امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودند و مردم از او سوال میکردند. وقتی حضرت منو دیدن فرمود ای حبابه ی والبیه، عرض کردم بله. فرمود اون چیزی که همراهت هست بیار. منم اون سنگ کوچیک رو به حضرت دادم. حضرت مثل امیرالمومنین علیه السلام با انگشتر خودشون بر اون سنگ مهر زدن، به گونه ای که جای اون مهر بر سنگ نقش بست. بعد از امام مجتبی علیه السلام نوبت رسید به آقا ابا عبدالله علیه السلام. تاریخ نقل کرده که حبابه خیلی خدمت ابا عبدالله علیه السلام میرفت، با اینکه مردم اون زمان توجهشون معطوف به معاویه بود، به بنی امیه، به خاطر شرایطی که حکومت بنی امیه ایجاد کرده بود امام حسین علیه السلام بسیار غریب بود، اما این بانو راه خودش رو گم نکرد. کسی که امام شناس باشه راهش رو گم نمی کنه. کسی که امام شناس باشه راهش رو گم نمی کنه.
میگه اومدم محضر امام حسین علیه السلام که در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله بودن. حضرت منو به نزد خودشون خوندن، خوش آمد گفتن، فرمود اون چیزی که با خودت داری بیار. منم اون سنگریزه رو خدمت حضرت بردم، با انگشترشون بر اون زدند و مهر حضرت ابا عبدالله علیه السلام بر اون نقش بست. فرمود حبابه چرا دیر به نزد ما میای؟ عرض کردم یا ابن رسول الله، علت تأخیر در شرفیابی به خاطر بیماریه که بر من عارض شده. حضرت فرمود چه بیماری؟ عرض کردم پیسی. امام علیه السلام به وسیله پارچه‌ای دست مبارکش رو روی موضع پیسی بدن حبابه قرار داد و دعایی قرائت فرمود. هنوز دعای امام علیه السلام به پایان نرسیده بود که دستشون رو برداشتن. حبابه میگه من مشاهده کردم که بیماریم کاملا برطرف شده بود. سالها گذشت. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام مردم درباره امامت به شک افتاده بودند. شیعیان حجاز به امامت محمد ابن حنفیه گرویده بودند و امام چهارم رو ایشون میدونستند. گروهی از بزرگان شیعه اومدن به دنبال حبابه، قسمش دادن که اون سنگریزهی که خدمت ائمه علیهم السلام بردی بیار خدمت امام علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام تا حق روشن بشه. حبابه میگه منم رفتم خدمت امام چهارم امام سجاد علیه السلام، به قدری پیر شده بودم که رعشه بر اندامم مستولی شده بود، بدن دیگه به لرزه افتاده بود و اون زمان میگه من 113 سال داشتم. اون حضرتم مشغول نماز بود و در رکوع و سجود اونقدر نماز امام چهارم علیه السلام طولانی شد که من دیگه از دریافت نشانه امامت ناامید شدم که اون حضرت اشاره کردن با انگشت سبابه به من اشاره کردن و به اشاره ایشون جوانی من و حالات جوانی همه برگشت، موهای سرم همه مشکی شد. این قدرت امام معصوم، قدرت الله هست، قدرت الله هست. اون وقت به من فرمودن که آنچه که با خودت داری بیاور. منم اون سنگ دادم به حضرت، حضرت برش موزن و همینطور امامان بعدی. حبابه همون جور که امیرالمومنین علیه السلام فرموده بود محضر یکایک اون بزرگواران ائمه هدا علیهم السلام رسید و اون سنگ رو تقدیم میکرد تا که امام زمانش مهر کنه. در این بین خب بارها حبابه به معجزه اهل بیت علیهم السلام شفا گرفت. از داوود رقی نقل شده که من در خدمت امام صادق علیه السلام بودم که حبابه والبیه وارد شد، مسائل مختلفی از حلال و حرام از حضرت سوال کرد. ما خیلی خوشمون اومد از این درایت زن. حضرت فرمود شما بهتر از این مسائلی که حبابه سوال کرد شنیده بودید تا حالا؟ عرض کردم فدایت شویم به درستی که چشم و دل ما روشن شد. ببینید چقدر این بانو فهیم و با درایت بوده که شاگردان امام صادق علیه السلام از پرسش‌های او به وجد اومده بودن. بعد حبابه گریست. حضرت فرمود چرا گریه میکنی؟ عرض کرد یا ابن رسول الله به بیماری بدی دچار شدم، خیشاوندانم به من میگن که اگه راست میگی به امامت بگو دعا کنه که این بیماری بد از تو دور بشه و خدا شفات بده. من به خدا قسم از این کسالت خوشحالم، میدونم این لطف و عنایت به من کفاره گناهانمه، ولی طعنه های اینها به امامت شما آزارم میده. ببینید چقدر این بانو با ولایته، ببینید چقدر با معرفته. راوی میگه حضرت صادق علیه السلام لبهای خودش رو حرکت داد، دعایی خوند که من هرگز اون دعا رو نشنیده بودم. سپس به حبابه فرمود برو در خانه پیش زنها تا اونها به بدنت نگاه کنن. حبابه رفت، همه حیرت کردن، اثری از اون بیماری در بدنش باقی نمونده بود. اون وقت حضرت فرمود برو به نزد خویشاوندانت، برو پیش فامیلات، برو لطف خدا رو درباره ما به اونها نمایان کن. چقدر این بانو بزرگوار بوده، چقدر دلپاک بوده که اهل بیت علیهم السلام او رو به عنوان معجزه ولایت انتخابش کردن. حبابه همینطور خدمت امام کاظم علیه السلام
رسید و این معجزه امامت رو تقدیم امام بعدی کرد و حضرت مهر فرمودن تا این که نوبت به آقا و مولامون امام رضا علیه السلام رسید. حبابه میگه اومدم خدمت امام رضا، سن من بالا رفته بود، استخونها ضعیف، موهایم سپید، با این حال از برکت نگاه‌هایی که به صورت اهل بیت داشتم، از برکت صداهای مبارک اهل بیت علیهم السلام که شنیده بودم، بینایی و عقل و فهم و شنواییم رو از دست نداده بودم. خب 8 تا امام رو درک کرده، چقدر این زن مخلص و با معرفت بوده. این جملات ساده نیست. حضرت فرمود حبابه جدم امیر المؤمنین سلام الله علیه چی فرموده بود؟ گفت آقا فرموده بود قرار شما یک معجزه بزرگ نشونم بدید. حضرت فرمود حبابه موهات سفید شده؟ گفت بله آقا جان. فرمود میخوای مثل روزهای جوونیت سیاه بشه؟ گفت بله. فرمود میخوای نیروی جوونیم برگرده؟ گفت آقا این دیگه خیلی معجزه عجیبیه. حضرت زیر لب یک دعایی خوندن که هیچ کس نفهمید. یک بار حبابه تبدیل شد به یک زن جوان نیرومند، همه مات و مبهوت نگاه میکردن. خود حبابه از شدت حیرت نمیدونست که چی بگه. میگه رفتم خونه یک خلوتی پیدا کردم، دیدم نه، من سر تا پا جوان شدم، تبدیل شدم به یک دختر جوان صحیح و سالم. برگشتم خدمت امام رضا علیه السلام، خودم رو انداختم روی پاهای امام رضا، عرض کردم آقا من دیگه نمیخوام توی این دنیا باشم. از قبول فرمودن. خلاصه چیزی نگذشت که حبابه به رحمت خدا رفته. این بانو حدود 230 سال عمر کرد به معجزه اهل بیت. این نکترم عرض بکنم که جای تعجب نداره. یوسف پیغمبر سلام الله علیه زلیخایی که پیر و ناتوان شده بود به جوانی برش گردوند. امام رضا علیه السلام که امام یوسف است، امام رضا علیه السلام که از یوسف پیغمبر افضل است، جای تعجبی نیست. حالا آخر کار رو ببینید. عصر همون روزی که حبابه از دنیا رفت، فرستاده امام هشتم علیه السلام برای این بانو کفن و حنوط آورد. امام رضا علیه السلام پیراهنش رو به عنوان کفن داده بود. وقتی که تجهیزش کردن، خود امام رضا علیه السلام برش نماز خوند، براش تلقین گفت، بالای قبرش گریه کرد و فرمود سلام منو به اجدادم برسان. یکی از اصحاب امام عسکری علیه السلام میگه خدمت امام حسن عسکری علیه السلام بودم، اجازه ورود یکی از اهالی یمن رو گرفتن. یک مردی بلند قامت و تنومند وارد شد، به امام علیه السلام سلام کرد. حضرت جواب سلامش رو گفت و تشیعش رو قبول کرد و دستور نشستن داد. اونم پهلوی من نشست. با خودم گفتم کاش میدونستم که این مرد کیه. در همین میان امام فرمود این مرد از نژاد و نوادگان اون زن صاحب ریگیست که پدرانم مهر خودشون رو بر اون ریگ زدن و نقش برداشت. این آقا الان اون ریگ رو آورده، میخواد منم مهر بزنم. اون وقت خطاب به مرد یمنی فرمود اون ریگ رو به من بده. اون مردم ریگی که یک طرفش صاف بود رو در آورد، به امام داد، حضرت مهرش رو بر اون نهاد. صحابی امام عسکری علیه السلام میگه گویا از صائم من نقش مهرش رو میبینم که نوشته بود حسن ابن علی. پیداست که این سنگریزه مقدس به امامان بعدی هم عرضه شده. هر از این که حبابه دنبال امام زمانش، حجت زمان رو دنبال میکرد، اکتفا نکرده بود به محبت امیر المؤمنین علیه السلام و امامان قبلی، خودش رو متصل میکرد به امام دوران. بدونیم در هر دوره ای فتنه هایی که شیطان راه میندازه برای اینه که دستت از دامان امام زمانت جدا بشه. امام حی رو فراموش کنی،
و عظمت جناب حبابه به این بود که در هر دوره‌ای با وجود همه فتنه‌ها و مدعی‌ها و خفقان‌ها امام زمانش رو شناخت و امامش رو رها نکرد، ولذا بعد از ظهور هم جناب حبابه در رکاب امام زمان علیه السلام رجعت می‌کنه. اصل امروز عالم همینه، امام زمان، امام زمان، امام زمان. جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهوای دگر. ما همه بند تویی صاحب ما، سرور ما، چون تویی در همه جا حامی ما، یاور ما. ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.